سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه رو در رو. چهار چهار نفر، هشت نفر با چشم هم دیگر میبینن و میگن برنده خواهد ما بودیم، اما معلوم میشه در 30 دقیقه که ما در خدمت شما هستیم که کدام یک از دو خانواده برنده خواهد شدن. حال برنامه رو شروع میکنیم با معرفی خانواده رحمانی. تشکر کنیم روی خانواده رو میوان رحبری میکنن. خوب هستن؟ سلامت باشین. میوان رحمانی سلام عرض ادب خدمت تمام بینندگان تلویزیون طلوع و آذرین در تالار، و یک سلام خاص به نجیب روشن جان. عطا الله بگو مقصد روشن جان. میوان رحمانی سلام، یک تن از کارمندان شبکه‌های مخابراتی و سیاوش جان بچه خاله مستک متعلم صنف 12، فیصل جان هم متعلم مستک، سراج جان هم فارغ التحصیل صنف 12 میباشه. بسیار خوب. در کمپانی های کار میکنه که سیم کارت دارن شخصی؟ بله. البته در کدام بخش هستین؟ کاستومر سرویس. کاستومر سرویس ایت مینز؟ یا ایت مینز وات؟ بخش خدمات مشتریان. خب همون که مردم زنگ میزنه خود جواب میتید؟ نه خیر، ما خودم مشتری ها پیش ما میایم. خب یعنی قذاب میتینشه و خود زنگ خود اوکی نمیکنین؟ نمیکنین. خب رفتیم به طرف خانواده احسانی و این خانواده را مصطفی رهبری میکنه. خوب هستین مصطفی؟ سلام دوست، سلامت باشین. به نام خدا سلام تقدیم میکنم خدمت شما نمیدان روشن، فامیل رحمانی و تمام حاضرین در تالار و تمام هموطنان عزیز که مرا از پشت پرده تلویزیون میبینن. مصطفی احسانی هستم، فارغ التحصیل رشته حقوق نمی سیاسی، نامزد مژگان جان متعلم صنف 12، یحیی جان بچه خادم محصل پنتون ته، و مهناز جان دختر عمم فارغ التحصیل صنف 12 مکتب. خب مشرف شدیم. عمم مژگان جان گفت نامزادتان است. بله. خب از قومیتان است؟ بله از منطقه است. قومی است؟ از منطقه است. قومی منطقه است. آره. خب بسیار خوب. این طور خونه است که مثل بعضی از نامزادها میباشن که باز اجازه دیدن نمیتن به هم وقت نامزادی، سختگیری میکنن. شما در بانی برنامه اینجا آمدین که پالا پالی ساچاینه. الحمدلله فامیل از نه فامیل روشن هستن. مثل فامیل نوی روشن نه، فامیل روشن روشن آدم های خوب هستن. البته فعلا همی طرز تفکر خیلی کم رنگ شده، انشاءالله از بین بره. آه که آدم عادت‌ها یک دیگر را بفهمن. اصلا هم دوره نامزادی دوره امتحان یک دیگر است که یک دیگر را بشناسن. خب آل هر دو سرتیم من سوال اول جواب میتن. تشویق کنید. شانس خوب بردیتان. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسیم، سوال از قبل از 100 نفر پرسیدیم، 100 نفر جواب داده، تعداد جوابای ما شده 8 جواب. چیزی را نام بگیرید که افراد مشهور دارن. اخلاق. اخلاق است. پیسه. پیسه است. پول بیشترین امتیاز است. به طرف خانواده ببینیم بیاین اینا. نامزادتان اشاره کردن. اینا اشاره نکردن، دیگرها اشاره کردن که بیا. مژگان چیزی را نام بگیرید که افراد مشهور دارند. شهرت. شهرت است. شهرت. یحیی چیزی رو نام بگیرید که افراد مشهور دارند. موتر. موتر است. موتر قیمتی. موتر حال کلگی می داشته باشه اما موتر قیمتی باز نام می داشته باشه. مهناز. خانه. چی؟ خانه. خانه است. خانه قیمتی. مصطفی. دوستان زیاد. دوست است. مژگان چیزی را نام بگیرید که افراد مشهور دارد. یک، دو، سه، چهار، پنج. خانواده رحمانی مشوره کنین. یحیی چیزی را نام بگیرید که افراد مشهور دارد یا دارند. یک، دو، سه، چهار، پنج. آمدیم به طرف خانواده رحمانی. سراج چیزی را نام بگیرید که افراد مشهور دارند. شرکت. فیصل. سراج موافق است. سیاوش. موافق است. شما موافق هستید میوند یا کدام چیز نام میخواید بگید؟ شرکت. درست. شرکت. بله. اگر جوابشان درست بود بیشتر از 52 امتیاز میگیرن اینا. شرکت. اگر درست نبود یا در بر این جوابا جوابشان نبود 52 امتیاز خانواده احسانی میگیرن. است. مبارک. 52 امتیاز به خانواده احسانی. جواب هایی که باز نشده با مجر بخونین. 8.
علاقمند 5، بادیگارد 4، محبوبیت 3، استایل برای خود یک استایل خاص هم میسازن. خب حالا نفرهای دوم هم میخواییم که سوال دوم جواب بتن، مژگان و سیاوش. تشکر کنین هر دو شما. شانس دوستان تا اونجا ماندن، ما اگر پکر شد بغلک بانین سر سویچ نمانین دوستان. کوکای درست است. شانس خوب بردیتان. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسیم، سوال از قبل از 100 نفر پرسیدیم، 100 نفر جواب داده، تعداد جوابای ما شده 7. آماده هستین؟ یک میوه تازه را نام بگیرید که در زیبا ساختن کیک استفاده میکنید. سیب. هست؟ دستر کیک کدام دارن سیب دیدی؟ مایده میکنن، میمونن. خب، مایده میکنن، آفرین. شما چی میگید؟ کیله. کیله. حالا دستر کیک کدام کیله رو دید؟ نه حتما پوست کرده، توته کرده، گپ از اینا خواهد بوده است. کیله آخرین جواب هم بوده، اما بادم برنده هستیم. به طرف خانواده ببینین مشورشون چی است. رفتیم به طرف خانواده احسانی و یحیی. شما بگوین یک میوه تازه رو نام بگیرید که برای تزیین کردن کیک استفاده میکنن. توت. توت. آیا همینجا بود؟ همین توت ما و شما؟ یه خدا سر کیک نهیدیم مهناز. یک میوه تازه رو نام بگیرید که در زیبا ساختن کیک استفاده میکنید. آلو بالو. آلو بالو. از؟ آلو بالو. مصطفی. یک میوه تازه رو نام بگیرید که در زیبا ساختن کیک استفاده میکنند. توت فرنگی. توت فرهنگی که فرهنگ داشته باشه. از؟ توت زمینی. مژگان. یک میوه تازه رو نام بگیرید که برای تزیین کردن کیک استفاده میکنند. مالته. مالته. از؟ مالته. یحیی. یک میوه تازه رو نام بگیرید که برای زیبا ساختن کیک استفاده میکنند. کینو. کینو. از؟ خانواده رحمانی بین خود مشوره کنین. مهناز. یک میوه تازه رو نام بگیرید که برای زیبا ساختن کیک استفاده میکنند. سیب. سیب. اما که اول چلیپا خورد، دلتان چلیپا شده. یا اونا سیب زرده گفته بودن، شما سیب سرخ هم میگید. از؟ آقای به طرف خانواده رحمانی بهترین شانس داریم برای گرفتن امتیاز. در جاهای خود باشین. سراج. یک میوه تازه را نام بگیرید که برای تزیین و یا زیبا ساختن کیک استفاده میکنن. آلو گیلاس. آلوی گیلاس. فیصل. موافق هستم با سراج. سیاوش. توت زمینی. توت زمینی. میوان شما تصمیم میگیریم با اینام نظر باشین یا کدام سیدنام خودتان بگوین. یک دو سه. همراه سراج موافق هستیم. همراه سراج موافق هستیم که سراج برای کیک بخوره. کیک بخوره. چی گفتن؟ آلو گیلاس. اگر جوابشان درست بود بیشتر از 61 امتیاز میگیرن، ورنه 61 امتیاز خانواده احسانی میگیرن. است مبارک. 61 امتیاز دیگه هم آمد به طرف خانواده احسانی. اگر یازین ضعیف نباشه 113 امتیاز خواهد گرفتن و گرفتن. مبارکتان باشه. بالاتر از 100 هستین. در سوال سوم هم شانس برنده شدن داره. اما قبل از اون جوابایی که باز نشده با من یک جای بخونین. 6 انگور 5 کیوی 4 آناناس. این میوه است که استفاده میکنم برای تزیین کردن کیک. با می رقم میبینیم خانواده احسانی دارن 113، خانواده رحمانی هنوز 0 هستن. میریم به طرف یک وقفه. ریموت های تلویزیون تان دست نذارین، زود پس میگردیم. به ادامه برنامه خوش آمدین. وقت پرسیدن سوال سوم رسیده. سوال سوم 200 امتیاز داره، چرا که ضرب دو میشه و نفرهای سومی را جواب میتن. پس تشویق کنین یحیی و فیصل را. شانس خوب بردیتان. چطور هستین؟ خوشحالم. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسم، سوال از قبل همکارای ما 100 نفر پرسیدن، 100 نفر که جواب داده، تعداد جوابای ما شده 6. معمولا یک گلاس از چی چیزا ساخته میشود؟ پلاستیک. از؟ پلاستیک. شما شانس میشه. شیشه. است؟
شیشه. واگذار نکنیم. واگذار کردم بازی رو به طرف خانواده احسانی. کف بزنیم برشان. و اینطور فکر کنین که شیشه رو شما جواب داده بودین. حال بهترین شانس دارین که امی واگذار کردن اونا پشیمان بسازین. مهناز، معمولا یک گلاس از چی چیزا ساخته میشه؟ گلاس از چی میسازن؟ نیکل. از؟ نیکل. مصطفی، معمولا یک گلاس رو از چی چیزا میسازن؟ آهن. آهن. از؟ شاید نیکل دمون جمع بوده باشم. مشگان. المونیوم. المونیوم. از؟ خانواده رحمانی بین خود مشوره کنن. یحیی، گلاس از چی چیز میسازن؟ چوب. چوب. تسابیق میساختن. از؟ آمده به طرف خانواده رحمانی. در جاهای خود باشین. سراج، یک گلاس رو معمولا از چی چیزا میسازن؟ از گل. گل. فیصل؟ کاغذ. از سیاوش؟ گل. میوان، شما تصمیم میگیریم با این هم نظر باشه؟ گل. گل. اگر جوابشان درست بود بیشتر از 112 امتیاز میگیرن. اگر جوابشان در بین جوابا نبود 112 امتیاز خانواده احسانی میگیرن. است؟ گل. 148 امتیاز گرفتم با یک جواب خانواده رحمانی. جوابایی که باز نشده با یک جای بخونین. 6. کاغذ. 4. کاشی. از اینا گلا ساخته میشه. و هر دو طرف فکر کنین مساوی هستن و تقریبا مساوی هم هستن. سوال چهارم سرنوشت ساز شده به هر دو طرف و نفرهای چهارم همچنان که سوال چهارم جواب بدن. پس تشویق کنین مهناز و سراج را. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسیم سوال است که قبلا از 100 نفر هم کارهای ما پرسیدن. 100 نفر جواب داده. تعداد جوابای ما شده 4. یک نوع پختن گوشت مرغ را نام میگیره. یخنی. از؟ یخنی. شما هم شانس داریم. کباب. از؟ کباب. بریم رفتیم به طرف خانواده رحمانی. میوان، یک نوع پختن گوشت مرغ را نام بگیره. بریانی. از؟ سیاوش، یک نوع گوشت مرغ. یک لحظه. یک نوع پختن گوشت مرغ را نام بگیرید. شوروای گوشت مرغ. شوروای گوشت مرغ. یخنی همون چیز نمیشد؟ مچون دیگه. هست؟ خانواده احسانی مشوره کنین. فیصل، یک نوع پختن گوشت مرغ را نام بگیرید. سرخ کردن. سرخ کردن. بله. قد قلم سرخش میکنید. بله. یا رنگ. هست؟ آمده به طرف خانواده احسانی. بلا نمیفهم تایی چه رقم خواهد شد. خب مهناز، یک نوع پختن گوشت مرغ را نام بگیرین. 1 2 3 4 5. یحیی. خورمه. مشگان. موافق هستم با یحیی. مصطفی، شما تصمیم میگیرین با اینا هم نظر باشین یا کدام چیز نو میخواین بگوین؟ خورمه. اگر جوابشان درست بود بیشتر از 174 امتیاز اینا میگیرن. اگر جوابشان در بین جواب ها نبود 174 امتیاز خانواده رحمانی میگیرن. از؟ کرایی. آو، یک جوابی که باز نشده با ما یک جای بخونیم. همون قرمه کرایی مرغ که میگن اینم یه سوال. جواب چهارم چی بوده؟ سجی. یه مرغ سجی. که مرغ سجی یاد تان رفته بود. خب با می رقم می بینیم 359 امتیاز داره خانواده احسانی. برنده از این برنامه ما خانواده احسانی است. کف بزنیم بازم برشان. شما ها 10,000 افغانی پول نقد برنده هستین از طرف برنامه. 2 سید موبایل برنده هستین از طرف شرکت خالد لمر. تشکر از شرکت خالد لمر. بین خود یک مشوره کنین، دو نفر مرحله دوم هم پیدا کنین و به خاطر معلومات بیشتر بینده عزیز ما، به خاطر از اینکه چند چیز گد میشه در بین کرایی، او را هم قرمه میگن. خب ببینیم که خانواده رحمانی چی حالت دارن. خوب هستین میوند؟ نه، وضعیت خراب است. همگی رو وعده داده بودیم که میبریم. برای کی وعده دادیم؟ برای کی؟ زیاد است. برای ملت؟ ملت نه، خانواده. خب برای خانواده وعده داده بودین. خب بازم تشکر از اینکه اشتراک کردین. خوش سلامت باشین. کی ها هستن مصطفی جان؟
مهناز جان، دختر امین و مشگان جان چیم؟ بین کف زنیم بر دوشان. خب کدام تن اول میخواین جواب بتین؟ اول من جواب میتونم. خب شما برین از موسیقی لذت ببرین، بفرمایید. ما شما میریم به طرف یک وقفه، بعد از وقفه پنج سوال میپرسم، اگر 200 امتیاز بگیرم 500 هزار افغانی برنده خواهد شدن. باز خوش آمدین. مرحله دوم از دو نفر از 200 امتیاز از 500 هزار افغانی. شرط اونمو 200 امتیاز پوره کردن. مشگان 20 ثانیه دارین که به 5 سوال جواب بدین و مهناز هیچ کمک برتان نمیتونه، فعلا سرگرم شنیدن موسیقی است و هر سوالی را که زود جواب داده نمیتونستین بگین بگذر، من میگذرم. از وقت اگر باقی مانده بود دوباره میپرسم، شاید وقت شما جواب داده بتانین. وقت شما شروع میشه به کم شدن بعد از ختم سوال اول. 20 ثانیه آماده. یک خوراک را نام بگیرید که هم خشک و هم تازه آن را استفاده میکنید. بگذر. معمولا یک شخص چند مدت بعد ناخن خود را میگیرد؟ یک هفته. معمولا در کدام اوقات اعضای فامیل با هم یک جا قصه میکنند؟ عید. خانم ها با کدام لباس عینک آفتابی نمیپوشند؟ لباس های تابستانی. یک شیرینی را نام بگیرید که در آن ناریال استفاده میشود. کف بزنیم برشان. بالاخره وقتتان تمام شد. ما در اول از شما پرسیدیم یک خوراک را نام بگیرید که هم خشک هم تازه آن را استفاده میکنید و شما گفتین بگذر. اون هم بگذر بود که مجبور شما در اینجا روی سفر را ببینین، به خاطر از اینکه دیگه بگذر وقت نشد برای بس پرسیدنش. و دوم پرسیدم معمولا یک شخص چند مدت بعد ناخن خود را میگیرد و شما گفتین یک هفته. از 100 نفر چند نفرش با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ 22. سوم پرسیدم معمولا در کدام اوقات اعضای فامیل با هم یک جا قصه میکنند و شما گفتین عید. چند امتیاز داشته؟ 17. چهارم پرسیدم خانم ها با کدام لباس عینک آفتابی نمی پوشند و شما گفتین تابستانی. از 100 نفر چند نفرش با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ 0. دقیقاً نمی لباس تابستانی عینک پوشیده میشه. و پنجم پرسیدم یک شیرینی را نام بگیرید که در آن ناریال استفاده شود و شما گفتین دیگه جوابتان وقت نبود، به او خاطر از هم گرفتین 0. 3 صفر دارن، 39 امتیاز دارن، 161 امتیاز دیگر نیاز دارن که 200 امتیاز پوره شود. 161 امتیاز باید مهناز بگیرن. تشویق کنید. بفرمایید. خوش آمدین مهناز. 161 امتیاز باید بگیرین. 39 امتیاز گرفتن، 3 دانه صفر دارن. شما ممکن دو بار اشتباه تکراری جواب بدین. اگر وقت تکراری جواب بدین این صدا را میشنوید. این صدا را شنیدین زود همون جوابتان تغییر بدین که او قبلا جواب دادن. هر سوالی را که زود جواب دادن نمیتونین شما میتونین بگین بگذر. آماده هستین؟ بله. وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول به کم شدن. 25 ثانیه آماده. یک خوراک را نام بگیرید که هم خشک و هم تازه آن را استفاده میکنید. بگذر. معمولا یک شخص چند مدت بعد ناخن خود را میگیرد؟ یک هفته بعد. تکرار است. دو هفته بعد. معمولا در کدام اوقات اعضای فامیل با هم یک جا قصه می کنند؟ بیکاری. خانم ها با کدام لباس عینک آفتابی نمی پوشند؟ پرانتونبان. یک شخصی را نام بگیرید که در آن ناریل استفاده می شود، یک شیرینی را. ناریل. بگذر. بگذرشتون می فهمیدم شما. من نمی‌فهمیدم با این امتیاز شما هر پنج شب که امتیاز بالا جواب بدین فکر نمی‌کردم پوره کنین. من از بخاطر شیرینی از پیشم شخص شد. من در اول از شما پرسیدم یک خوراک را نام بگیرید که هم خشک هم تازه آن را استفاده میکنید و شما گفتین بگذر. شما مثل از اونها گفتین بگذر. شاید برتانی سوال شاید کم سخت‌تر بوده باشه که هر دو نفر گفتن بگذر. از اون خاطر از این گرفتین 0. بلندترین امتیاز ازی انجیر بوده که هم خشکش هست هم تازهش استفاده میکنن. دوم پرسیدم معمولا یک شخص چند مدت بعد ناخن خود را میگیرد و شما گفتین 2 هفته بعد. چند امتیاز داشته؟ 10. اما بلندترین امتیاز از این 5 روز بعد بوده. سوم پرسیدم معمولا در کدام اوقات اعضای فامیل با هم یک جا قصه میکنند و شما گفتین بیکاری. چند امتیاز داشته؟ 20.
اما بلندترین امتیاز از این برق نبودن بوده. وقت برق نباشه قسم میکنن با هم، اگر نه کلک در تلویزیون و موبایل چیزا شل است. و چهارم پرسیدم خانم ها با کدام لباس عینک آفتابی نمیپوشند؟ شما گفتین پرانتونبان. همین پرانتونبان مردانه؟ این از همون پرانتونبان هاییست که همراهش لونگی میپوشند. چند امتیاز داشته؟ صفر. بلندترین امتیاز از این لباس عروسی بودم. و پنجم پرسیدم یک شیرینی را نام بگیرید که در آن ناریل استفاده میشود. شما گفتین؟ دهی هم چیزی نگفتین، وقت پوره شده، با اون خاطر ازی هم گرفتین صفر. بلندترین امتیاز ازی چاکلیت بوده که در بینش ناریل داره. شما هم 3-0 گرفتین، در کل 69 امتیاز شدن. 131 امتیاز اینا کم آوردن که 200 امتیاز را پوره کنن، 500,000 افغانی را بند بشون. خانواده چهارم اما تو سنگک شد تا حال پیدا نمیشه، چطور کنیم؟ و 10,000 افغانی پول نقد و 2 سیت موبایل بر از اینا مبارک میگیم. تبریکتان باشه، کف بزنید باشه. خانواده عزیز، اگر می خواهید در برنامه رو در رو اشتراک کنین، موبایل های خود را بگیرین، کلید 456 زنگ بزنین، بعد از اینکه تماستان رخ کرد کلید 622 را فشار بدین، در گوشتان بگیرین، کامپیوتر برتان میگه بعد از شنیدن بیپ لطفا پیامتان را بگذارید. این یک شنیدین باز یک توییت میکنن، بعد از اون نام 4 نفر خود را بگیرین و قطع کنین، صدایتان ثبت میشه. همکارای ما که نوبتتان رسید برتون زنگ میزنن میگن بین برنامه‌تون رو ساب کنین، به رقم دی برنامه را پیدا میکنین. این بود برنامه امشب، تا شب‌های دیگر الله نگهدار. برای تماشای قسمت قبلی برنامه اینجا کلیک کنید، برای تماشای قسمت بعدی برنامه اینجا کلیک کنید. اگر میخواهید در یوتیوب با ما بپیوندید اینجا کلیک کنید. اگر برنامه خوشتون آمد لایک کنید، کامنت بگذارید.